نامه اول پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان، اول تسالونیکیان 1. از طرف پولس و سیلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکیان که به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد، فیض و آرامش از آن شما باد. ما همیشه خدا را به خاطر همه شما شکر می کنیم و همواره نام شما را در دعاهای خود ذکر می نماییم، زیرا در حضور خدا که پدر ماست به یاد می آوریم که چگونه ایمانتان در فعالیتها و محبتتان در کارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح در ثبات و پایداری شما مشاهده شده است. ای برادران، ما می دانیم که خدا شما را دوست دارد و شما را برگزیده است، زیرا ما انجیل را تنها در قالب کلمات نزد شما نیاوردیم، بلکه با قدرت روح القدس و اطمینان کامل به حقانیت آن. و شما می دانید وقتی با شما بودیم چگونه رفتار کردیم و آن برای خیریت شما بود، و شما از سرمشق ما و خداوند پیروی کردید و اگرچه به خاطر پیام خدا رنج بسیار دیدید، آن را با خوشی که روح القدس می دهد پذیرفتید، تا آنجا که شما برای همه ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه شدید. زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و یونان انتشار یافت، بلکه داستان ایمانتان به خدا به همه جا رفته است. پس دیگر احتیاجی نیست که ما آن را بازگو کنیم، زیرا خود آنها هنگامی که درباره ما سخن میگویند، حسن استقبالی را که شما از ما به عمل آوردید نقل می کنند و تعریف می کنند که چگونه شما بت‌ها را ترک کرده به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید، و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می آید به سر می برید. آری، همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت و ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. اول تسالونیکیان 2. خود شما ای برادران می دانید که آمدن ما نزد شما بی نتیجه نبود. برعکس، پس از آن همه بدرفتاری و اهانت که در شهر فیلیپی دیدیم، چنان که اطلاع دارید، و با وجود مخالفت‌های شدید با کمک خدا دل و جرأت یافتیم که انجیل خدا را به شما برسانیم. البته اصرار ما به این که به انجیل ایمان بیاورید بر پایه خیالات باطل و یا اغراض ناپاک نبود، و ما سعی نداشتیم کسی را فریب دهیم، اما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به عهده ما گذاشت، ما سخن میگوییم. منظور ما جلب رضایت انسان نیست، بلکه ما میخواهیم خدایی را خوشنود کنیم که دلهای ما را پیوسته می آزماید. شما خوب می دانید که ما هرگز به چاپلوسی متوسل نشدیم و سخنان ما دستاویزی برای جلب منفعت شخصی نبود. خدا شاهد ماست و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم، خواه شما و خواه دیگران، نبودیم. اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح حقی به گردن شما داشتیم، ولی از حق خود استفاده نکردیم، بلکه برعکس، ما مانند مادری که فرزندان خود را پرورش می‌دهد با شما به ملایمت رفتار کردیم و با احساسات و علاقه ای که نسبت به شما داشتیم حاضر بودیم نه فقط انجیل خدا را به شما برسانیم، بلکه جان خود را نیز در راه شما فدا سازیم، چون شما برای ما بسیار عزیز بودید. ای برادران، به خاطر دارید که ما چگونه کار می کردیم و زحمت می کشیدیم و شب و روز مشغول کار بودیم تا در موقع اعلام انجیل خدا در میان شما به هیچ کس تحمیل نشویم. هم شما شاهد هستید و هم خدا که رفتار ما نسبت به شما ایمانداران تا چه اندازه پاک و درست و بی‌عیب بود. شما خوب می دانید که رفتار ما با فرد شما درست مانند رفتار
یک پدر با فرزندان خود بود. ما شما را نصیحت می کردیم، دلداری می دادیم و موظف می ساختیم که زندگی و رفتار شما پسندیده خدا باشد، آن خدایی که شما را به پادشاهی و جلال خود دعوت می کند. پیوسته خدا را برای این نیز شکر می کنم که وقتی پیام خدا را از ما شنیدید، آن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید، بلکه آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همین طور هم هست و اکنون در میان شما ایمانداران عمل می کند. ای برادران، شما درست به همان راهی می روید که کلیساهای یهودیه در اتحاد با مسیح عیسی خداوند رفته اند، زیرا شما از هموطنان خود همان زحماتی را دیده اید که آنان از یهودیان دیدند، یهودیانی که هم عیسی خداوند و هم پیغمبران را کشتند و ما را بیرون راندند. آنها خدا را خشنود نمی سازند و با همه مردم دشمنی می کنند. آنها حتی می کوشند که ما را از گفتگوی با ملل غیر یهود باز دارند، در صورتی که این گفتگو منتج به نجات غیر یهودیان می شود، آنها دائما پیمانه گناهان خود را پر می سازند، ولی غضب خدا سرانجام آنان را گرفتار کرده است. اما ای برادران، چون برای مدت کوتاهی، البته جسمن نه قلبن، از دیدن شما محروم بودیم، اکنون با علاقه بیشتری اشتیاق دیدار شما را داریم. آری، مایل بودیم پیش شما بیاییم و من پولس یکی دو بار خواستم بیایم، اما شیطان مانع ما می شد. برای ما چه امیدی یا شادمانی یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام آمدن او وجود دارد مگر شما نیستید؟ البته مایه افتخار و شادمانی ما شما هستید. اول تسالونیکیان 3. پس چون دیگر نمی توانستیم بی خبری را تحمل کنیم، تصمیم گرفتیم که در شهر آتن تنها بمانیم و تیموتائوس برادر ما و خادم خدا در انتشار انجیل مسیح را فرستادیم تا شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد، تا هیچ کس در اثر این زجر و آزارها دل سرد نشود. خودتان می دانید که این آزارها نصیب و قسمت ماست. وقتی ما با شما بودیم از پیش به شما گفتیم که زجر و آزار در انتظار ماست و چنان که آگاه هستید همانطور هم شده است. از این جهت چون این بیخبری دیگر برای من غیر قابل تحمل بود، او را فرستادم تا از ایمان شما آگاه شوم، زیرا می ترسیدم آن اغوا کننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه کرده و زحمات ما بی نتیجه مانده باشد. اما اکنون که تیموتائوس از پیش شما بازگشته است، خبر خوشی درباره ایمان و محبت شما به ما داده است و گزارش می دهد که شما با چه لطفی همواره ما را به یاد می آورید و همان گونه که ما برای دیدن شما اشتیاق داریم، شما مشتاق دیدار ما هستید. ای برادران، با وجود همه نگرانی ها و زحماتی که داریم، این خبر خیال ما را درباره شما راحت ساخته است و ایمان شما ما را آسوده خاطر کرده است. اگر شما در خداوند استوار بمانید، ما زندگی تازه ای خواهیم داشت. ما چطور می توانیم به قدر کفایت خدا را برای شما و برای تمام شادی که به خاطر شما در پیشگاه خدا احساس می کنیم سپاسگزاری کنیم؟ شب و روز با التماس دعا می کنیم که روی شما را ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما، راه ما را به سوی شما راست گرداند و خداوند عطا فرماید که طبق میزان محبتی که ما برای شما داریم، محبت شما برای یکدیگر و همه مردم افزایش و گسترش یابد.
و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا در آن هنگام که خداوند ما عیسی با همه مقدسین خود می آید شما در حضور خدای پدر پاک و بی عیب باشید. اول تسالونیکیان 4. دیگر این که ای برادران، شما از ما آموختید که چگونه باید زندگی کنید تا خدا را خوشنود سازید و شما هم البته از آن پیروی می کنید. اکنون به نام عیسی خداوند از شما استدعا و التماس می کنم که بیش از پیش مطابق آن زندگی کنید، زیرا می دانید به حکم عیسی خداوند چه دستورهایی به شما دادم. خواست خدا این است که شما پاک باشید و از روابط جنسی غیر مشروع بپرهیزید. همه شما باید بدانید چگونه بدن خود را همیشه تحت کنترل داشته باشید و آن را پاک و محترم نگه دارید و مانند ملت‌های خدا ناشناس دست خوش امیال و شهوات جسمانی نگردید. در این خصوص شما هیچ وقت نباید از برادر خود سوء استفاده کرده یا به حقوق او تجاوز کنید، زیرا همانطوری که من قبلا با تأکید زیاد به شما گفته بودم، خداوند کسانی که این کارها را می کنند کیفر خواهد داد. خدا ما را به یک زندگی پاک خوانده است، نه به فساد اخلاقی. پس هر که این تعلیم را قبول نکند انسان را رد نمی کند، بلکه خدایی را که روح القدس خود را به شما عطا می فرماید رد کرده است. و اما درباره محبت برادرانه، هیچ نیازی نیست که در خصوص آن چیزی بنویسیم، زیرا خود شما از خدا تعلیم یافته اید که چگونه یک دیگر را دوست بدارید و شکی نیست که در تمام مقدونیه شما با همه برادران همینطور رفتار می کنید. اما ای برادران، از شما درخواست می کنم که محبت شما روز به روز بیشتر گردد. آرزویتان این باشد که زندگی آرامی داشته باشید و در کار دیگران فضولی نکنید و همانطور که قبلاً به شما دستور دادیم برای تأمین معاش خود کار کنید تا زندگی شما تأثیری نیکو در بی ایمانان بگذارد و برای تأمین خود محتاج دیگران نباشید. ای برادران، نمی خواهم در مورد آنانی که در گذشته اند بی اطلاع باشید، مبادا مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید. زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده اند همراه عیسی باز خواهد آورد. ما این را به حکم خدا به شما میگوییم. آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده میمانند، زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد. در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می شود، خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده اند خواهند برخاست و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود. پس شما باید یک دیگر را با این کلمات تشویق کنید. اول تسالونیکیان 5. اما ای برادران، لازم نیست که من درباره زمان و تاریخ وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم، زیرا شما خوب می دانید که روز خداوند مانند دزدی که در شب می آید فرا خواهد رسید. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. اما ای برادران، شما در تاریکی نیستید که آن روز شما را مانند دزد غافلگیر کند، زیرا همه شما فرزندان روشنایی و روز هستید.
ما به شب و تاریکی تعلق نداریم، پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم، بلکه باید بیدار و هوشیار باشیم. شب است که مردمان خواب‌آلود می‌خوابند و شب است که مستان مست می‌شوند. اما ما که به روز تعلق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و محبت را مانند زره به سینه ببندیم و امید نجات را مانند کلاه خود بر سر بگذاریم، زیرا خدا ما را برای آن بر نگزید که به غضب او گرفتار شویم، بلکه ما را برگزید تا به وسیله خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم. مسیح برای ما مرد تا ما با او زندگی کنیم، خواه در زمان آمدنش مرده باشیم، خواه زنده. پس همان گونه که اکنون می کنید یک دیگر را تشویق و تقویت کنید. ای برادران، از شما تقاضا دارم برای آنانی که در میان شما زحمت می کشند و در خداوند رهبران و مشاوران شما هستند احترام قائل شوید و از آنان به خاطر کاری که می کنند با نهایت محبت و احترام قدردانی نمایید. با یکدیگر در صلح و صفا زیست کنید. ای برادران، از شما استدعا می کنم افراد تنبل و بیکار را توبیخ کنید، اشخاص ترسو را دلداری دهید، از ضعیفان پشتیبانی کنید و نسبت به همه مردم بردبار باشید. مواظب باشید که هیچ کس بدی را با بدی تلافی نکند، بلکه دائما نیکی کردن به یکدیگر و همه مردم را هدف خود سازید. همیشه شادمان باشید و پیوسته دعا کنید. برای هر چه که پیش بیاید خدا را شکر کنید، زیرا خدا در مسیح عیسی از شما همین انتظار را دارد. روح القدس را مقید نسازید، نبوتها را ناچیز نشمارید، همه چیز را بیازمایید و آنچه را که نیکوست برای خود نگه دارید. از هر نوع بدی دوری کنید. خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید. او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد. ای برادران، برای ما دعا کنید. همه برادران را با بوسه مقدسانه سلام گویید. شما را به نام خداوند موظف می سازم که این نام را برای تمام برادران بخوانید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باد.